1354 سازمان مجاهدین خلق ایران بر اثر ضربه خیانتبار اپورتونیست های چپنما متلاشی شده و مجاهدین دربند از هر طرف تحت فشارند. یک طرف مزدوران سواک، یک طرف اپورتونیست ها و یک طرف ارتجاع آخوند. درست در چنین شرایطی که پیامی از مسعود رجوی، تنها عضو بازمانده از کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، به سرعت در زندان‌ها و بین مجاهدین منتشر میشه. اینا سفرتو بهتری نمیداد، تو که پیام مسئوله، باید از سهنه برسید. جریان اخیر یک جریان اپورتونیستی چپ نماست که سردمداران آن به سازمان مجاهدین خلق ایران و در نتیجه به جنبش خیانت کردند. این جریان اپورتونیستی چپ نما موجب بروز زودرس یک جریان راست ارتجاعی شده است که در مرحله کنونی تهدید اصلی درونی مجموعه نیروهایی است که تحت عنوان اسلام مبارزه می کنند، که ما با آن هم مبارزه می کنیم. جریان فوق از ضدیت با نیروهای انقلابی به ویژه مجاهدین شروع شده و سپس در مسیر رشد خود با نفی مشی مسلحانه به سازشکاری و تسلیم طلبی و سرانجام خروج از جبهه خلق و تغییر تضاد اصلی منجر می شود. این جریان اپورتونیستی خطر بروز رشد خصایص ارتجاعی را در درون نیروهای مترقی مسلمان پیش می آورد. پیام مسعود رجوی بیانیه 12 ماده‌ای بود که در این بیانیه رهبر مجاهدین ارتجاع و بنیادگرایی رو به مثابه خطری که در راه هست تشخیص داد و در دل تاریکی هایی که در اون زمان همه چیز رو فرا گرفته بود با روشنبینی شگفتی راه صحیح رو نشون داد. آقا اپورتونیست های چپ نما زدن گوشت و استخون مسئولین ما رو سوزوندن، سازمان ما رو به مرز نابودی کشوندن. بعد آخه چرا میگیم تهدید راست ارتجاعیه؟ آخه ما که ضربه رو از اپورتونیستا خوردیم، مگه نه؟ فکر نمی کنیم توی این شرایط تیره کردن رابطمون با جریان قدرتمندی مثل آخوندا به ضررمون تموم شه؟ شاید امروز که تهدید بنیادگرایی موضوع آشکار شده ایست و همگان با تنوره‌های این دیو شرزه آشنایی دارند، پاسخ این سوال ساده به نظر برسد. ولی در آن لحظه روشن نبود که جزیره ثبات رژیم شاه به زودی اسیر چه تلاطم کوبنده‌ای می‌شود. همچنین روشن نبود که کمتر از 3 سال بعد نیروی مهیب ارتجاع به سرکردگی خمینی با برخورداری از مشروعیت سیاسی و مذهبی همه چیز را مصادره کرده و تنوره کشان در خود مزمحل می‌کند. با این همه مسعود به افق‌های دوردست تحولات ایران چشم دوخته بود و در آن روز جوهره پایداری تاریخ ملت ایران در برابر بنیادگرایی را می‌سرشت. با مشخص کردن تهدید بنیادگرایی سنگ بنای یک جبهه ضد ارتجاعی استوار شد که 3 سال بعد با محوریت مجاهدین به مصاف با خمینی پرداخت. تحولات سالهای بعد نشون داد که اون مرزبندی انرژی ضد ارتجاعی عظیمی رو در بین مردم ایران و به ویژه در بین جوانها آزاد کرد که بدون اون مرزبندی تمام این انرژی مبارزاتی یا به هدر می رفت یا به وسیله خمینی و متحدانش به بیراهه کشیده می شد. این مرزبندی بود و نبود مجاهدین و عالی ترین مصالح مردم ایران رو رقم زد و به همین خاطر باید اون رو مرزبندی رستگار کننده نامید. چه خط قرمزه محل تلاقی خیر و شر، خوب و بد، روز و شب، خلق و زنده خلق، این صحنه روزگار. نبرد دو ایده و دو دنیاست، یکی مثل صبح سبیل یکی سیاست. خاکستری تو کار نیست، وسط بازی افتخار نیست. اون طرف ننگ همیشه یه تاریخه، ابلیس مجسم روزگار. این طرف جنگل سبز ریشه دار، یه مقاومت استوار با یه ارتش پر اقتدار. به پا با تو اون بر این خط نذاری، بدون که داری پا تو توی خون میذاری، که خون پاک بهتر.
که به زحباک بی وطن تن نداره. یا تو هم آره تو هم هم نمیدیم تا عبد من و خود زیر باره ستم نمیدیم تا بگیریم همه حق برون و همه گیم به پا نمیشه بشیدیم همه در خود و ساکت و هم زده بیا بزنیم بکنیم پلو نیشه شب همه گیم به پا. گنجی پس از سالها رنج، گنجینه‌ای برای ایران، 43 سال پایداری و فدا، چلچراغی برای گذر ملت ایران از فاشیسم مذهبی به آزادی و رهایی.